با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و محترم، امیدوارم که همه خوب و سالم و شاد و سرحال باشید. من یه نیم ساعت وقت پیدا کردم که از فرصت بخوام استفاده کنم یه سگمنتی برای شما پر کنم. در این قسمت صحبت میخوام بکنم راجع به رابطه بین والدین و فرزندانشون. رابطه بین مادر پدر و فرزندی که دارن، از قبل از اینکه حتی مادر حامل بشه این ارتباط شروع میشه. قبل از اینکه حتی تصمیم بگیره مادر که میخواد بچه دار بشه یا بدونه که میخواد مثلا حامل بشه، اون فرزنده که اون والدین انتخاب میکنه، یه راهی یا یه حالتی که ایجاد میشه که وقتی که یه شخص میخواد تناسخ کنه و به این دنیا بیاد، مادر پدرهایی رو در انتخاب خودش داره که هم معمولا هم ارتعاش خودشه. مثلا اگه فرض کنید از لحاظ ارتعاشی، مثلا اگه طبقه بندی بکنیم 1-2-3، اون کسی که میخواد تناسخ کنه که میشه فرزند یه مادر پدر، در اون بودی که هست انتخاب جفت‌های مادر پدری رو انتخاب می‌بینه که در سطح انتخابش که هم ارتعاش خودش هستن یا تو همون حدود. اگه مثلا اون فرزند ارتعاشش به بالا باشه، فرض کنیم به حد 3، انتخاباتی که خواهد داشت از اون والدین در همون سطح طبقه 3 خواهد بود. اگر فرض کنیم که مثلا یه شخص ارتعاشش در حد حدود طبقه 2، انتخاباتی هم که از اون والدین خواهد داشت از ارتعاش همون طبقه 2 خواهد بود و همچنان مثل طبقه 1 اگه فرض کنیم، اون ارتعاش اون فرزند والدینی رو در انتخاب خودش داره که در طبقه اول هم. چون تو یه مسئله که خوبه در نظر داشته باشیم اینه که شما در بعد نوری اون چیزی رو فقط میبینید، حتی در زمان خوابتون، موقعی که تو بعد نوری هست زمان خواب، اون چرا فقط میبینید که هم ارتعاش شماست. چیزایی که خیلی ارتعاششون از شما پایین تر باشه یا خیلی ارتعاششون از شما بالاتر باشه رو نمیبینید، که این به همین دلیله که مثلا فرشته رو نمیتونیم ببینیم، به خاطر اینکه سطح ارتعاششون با ما خیلی تفاوت داره. برای همین تو این موقعی هم که یک فرزند میخواد انتخاب کنه والدینشو، فقط اون افرادی رو میبینه در انتخاب خودش که هم ارتعاش خودش هستن. بعد بنابر درسایی که باید یاد بگیره، درسایی که باید یاد بده، مسیر روحی که داره و کارمایی که باید طی کنه، انتخاب میکنه که کدوم والدین براش بهترین هستن. و البته همزمان گروهی هستن که با این شخص که میخواد تناسخ کنه همکاری میکنن، کمکش میکنن که بهترین انتخاب رو بکنه برای مسیرش و اون برنامه‌ریزی هایی که به صلاحش هست رو براش جور کنن، یعنی کمکش میکنن که زندگی که خواهد داشت رو پلان کنن. و معمولا برای روح به دنیا آمدن یه مقدار مشکل تر از دنیا رفتنه، چون وقتی که کسی از دنیا میره آزاد میشه، ولی به دنیا آمدن یه مقدار مشکل تره، چون بعد دوباره عادت کنه، یاد بگیره که اون بدن نوری، بعد دوباره یاد بگیره که گنجایش پیدا کنه در جسم. برای همین یه مقدار تمرین میخواد و در موقع دوران حاملگی هم اون حالاتی که احساس میکنید گهگاهی بچه تکون میخوره، اون بدن نوری اون روح هست که داره امتحان میکنه خودشو، میاد توی جسم موقتا که به خودش عادت بده در اون جسم باشه و آماده میکنه خودشو برای به دنیا آمدن. یه چیزی که خیلی کمک میکنه برای افرادی که دارن به دنیا میان به دید ما مثل نوزاد،
اینه که موقعی که مادر داره بچهش به دنیا میاد خیلی کمک میکنه که خانواده افرادی که خیلی عشق به اون مادر بچه دارن تو اون محیط باشن، مثل حالت ساپورت به اون کسی میده که داره به دنیا میاد. و چون معمولا با افراد دیگری هم که این شخص در تماس خواهد بود در بعد نور ارتباط ایجاد شده تا اینکه بچه به دنیا میاد و چشم باز میکنه و تناسخش انجام میده. نکته دیگه هم که خوب در نظر داشته باشید اینه که جسم که نوزاده، روح آگاه و داناست، جسم روح نوزاد نیست. این جسم که حالت بچه و نوزاد داره، یعنی موقعی که حتی بچه تون به دنیا میاد میتونید سلام به روحش بدید، خوش آمد بهش بدید برای این سفری که در پیش گرفته، از خداوند بخواهن که سفر روحی و سفر فیزیکیش رو بهش برکت و آرامش و لذت بده که به راحت‌ترین روش اون مسیرش رو طی کنه و به هدفش برسه. و اینکه بدون که اون جسمی که فقط مثل نوزاد نرو به طرز برخورد ما با اون بچه خیلی کمک میکنه که برخورد بهتری داشته باشیم، یعنی با احترام بیشتری با فرزندان خودمون رفتار کنیم. یه یادآوری دیگه هم این که اگر کسی حامله هست هم میتونه که در قبل از که بخوابه نیت کنه ببینه که اون فرزندش خودش چه اسمی میخواد داشته باشه. البته حتی کسایی هم که نیت رو نمی کنن در زمانی که تصمیم گیری میکنن برای اسم اون بچه باز نفوذای ایجاد میشه، یعنی اون بچه سعی میکنه به نوعی به ذهن شما اون اسمی بیاره که خودش میخواد. ولی مستقیم ترین راهش اینه که خودتون قبل از خواب نیت کنید و بگید که توی خواب به شما بگید که چه اسمی رو دوست داره داشته باشه. فقط اگه این کار کردید کاغذ و قلم بالا سرتون بغل تخت بگذارید، چون این خیلی زیاد به ذهن نمیمونه، چون بعضی افراد که این کار کردن یادداشت نکردن بعد یادشون رفته که اون اسم چه اسمی بوده. چون ذهنی که ما تو خواب داریم با ذهن بدن فیزیکیمون یه مقدار متفاوته و اون یه سری اطلاعاتی که تو بعد نوری به ما داده میشه خیلی لمسی نیست، یعنی احتمالی که زود یادمون بره درش هست. برای همین یه کاغذ قلم حتما بالا سرتون داشته باشید که سریع یادداشت کنید. و یه کار دیگه هم که میتونیم بکنیم اینه که اون کسی که قرار فرزند شما بشه قبل از اینکه حتی اون شخص قراره به دنیا بیاد با روحش ارتباط ایجاد کنید و اگر کارمای بدی بین شما هست بهش درمان بدید و بخشش ایجاد کنید. چون این تو اگر این کار رو بکنید قبل از اینکه اون بچه بخواد به دنیا بیاد هم برای اون بچه خوبه، چون یه سری کارماشو رها کرده، هم برای ارتباط شما با اون بچه خیلی مفیده که ارتباط بهتر و نزدیکتری با اون بچه داشته باشید وقتی که کارماتون بخشیده شده و رها شده. امیدوارم این سگمنت براتون جالب و خوشایند بوده باشه و مفید. آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم. شب و روزتون خوش.